شما و مخاطبین کانال جمهوری ایرانی، 19 همونطوری که نیک مستنظرید 19 آبان ماه سال روز اعدام زندیات دکتر فاطمی است. در خصوص دکتر فاطمی و عملکرد ایشون در این سالها مطالب بسیاری گفته شده و نوشته شده، ولی نکته ای که من میخوام امشب به خدمت شما عزیزان عرض کنم برمیگرده به این موضوع که چرا در سالهای اخیر برخلاف اون چیزی که در تاریخ ما خوندیم این حجمه وحشتناک علیه دکتر مصدق و زنده یاد دکتر فاطمی و سایر یاران آقای دکتر مصدق در این سالها به وجود اومده. بعد برگردیم و ریشه‌یابی کنیم دلایل این حجمه رو. همونطوری که شما می‌دونید و دوستان می‌دونن دکتر فاطمی یه عملکرد یه کارنامه‌ای داشته چه به عنوان روزنامه‌نگار و یا چه به عنوان یه سیاستمدار و دولتمد در دولت‌های آقای دکتر مصدق به عنوان سخنگو و وزیر امور خارجه. ولی بزرگترین دستاوردها و اقدامات دکتر فاطمی رو من در سه چیز می‌دونم. یکی به عنوان آقای دکتر مصدق که خودشون هم اذعان کردن برای اولین بار پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت توسط دکتر فاطمی ارائه شده، پیشنهاد تشکیل جبهه ملی به متحسنین، به جمع متحسنین معترض به انتخابات مجلس 16 در منزل دکتر مصدق اولین بار توسط دکتر فاطمی ارائه شده که در آبان ماه 1328 تشکیل شده. و نکته مهمتری که وجود داره و مهمترین دستاورد به نظر من آقای دکتر فاطمی است بحث جمهوری خواهی ایشونه و همین بحث جمهوری خواهی باعث شده که این عداوت و کینه بی حد و حصر رو از سوی تمامیت خواهان در مورد ایشون شاهد باشیم. و بعد کودتای سیاه 28 مرداد هم ما شاهد هستیم که فقط دکتر فاطمی از اعضای کابینه دکتر مصدق اعدام میشه، حالا نزدیکان دیگه هم بودن، میلیون دیگه هم بودن، مثل مرحوم کریم پور شیرازی که با اون طرز پجی کشته شدن. ولی برگردیم ببینیم چرا فقط دکتر فاطمی اعدام میشه. ببینید اون اقداماتی که دکتر فاطمی باعث شده که در همون پروسه قبل از اعدام هم دو بار ترور بشه، یه بار توسط فدایان اسلام و شخص محمد مهدی عبدالخدایی، یه بارم در زمانی که در زندان بوده و به دادسرا میرفته توسط شعبان بیمخ و دار و دستشون، که اینها همه نشان از این کینو عداوت داره. دبیر دوم سفارت انگلیس یه جا چیز قشنگی میگه، یه جمله تاریخی داره میگه، میگه که ما مصدق رو نمیتونیم اعدام کنیم چون منطقی نیست، ولی اگر فاطمی بازداشت شود، دستگیر شود، باید اعدام شه، چون آزاد بودن اشخاصی مانند فاطمی باعث میشه که اقدامات ضد کودتا صورت بگیره. این یک مورده. و وقتی که یا برمیگردیم میبینیم زمانی که اعضای نهضت مقاومت ملی و یا شخص مرحوم آیت الله سید رضا زنجانی تلاش میکرده که بعد اعدام دکتر فاطمی جلوگیری کنه و در همین تلاش های خودش نامه ای میزنه به مرحوم آیت الله بروجردی، از آقای بروجردی میخواد که پادرمیانی کنه. آقای بروجردی در پاسخ میگه که انگلیس نسبت به ایشون کینه و عداوت زیادی داره، شاه ضعیف، لذا نمیشه کاری براش کرد. و این بحث جمهوری خواهی دکتر فاطمی است و این اقداماتی برای تغییر نظام سلطنتی از سلطنت، نظام حکومتی از سلطنت به جمهوری، به ویژه پس از 25 کودتای نافرجام 25 مرداد که علنا ایشون وارد فاز عملی شد و تعدادی از مجسمه های شاه پایین کشیده شد و اینا همه رو پای ایشون نوشتن. ببینید این یه برخورد دوگانه و تقریبا متضادی از سوی خاندان پهلوی و هواداراشون با مقوله جمهوری خواهی تشکیل میشه. خب ببینید شما بهتر از من میدونید که جمهوری خواهی ریشه 200 ساله تقریبا در ایران داره، از صدر ممالک اردبیلی معلم محمد شاه قاجار بگیرید تا جلال الدین میرزا، شاهزاده فتحعلی شاه، میرزا مدکم خان، تا میایم به عصر مشروطه چهره‌ای چون پادوف تبریزی، میرزا آقا خان، محمد رضا صاحب مساوات، عارف قزوینی، بعدها سلیمان میرزا اسکندری، تدین، علی اکبر خان ده خدا، اینا همه فعالین عرصه جمهوری خواهی بودن، حالا کم یا زیاد در این عرصه فعالیت می‌داشتن. ولی ببینیم که زمانی که رضا شاه در اواخر سلطنت قاجار میاد بحث جمهوری خواهی رو مطرح میکنه و تلاش میکنه برای تغییر حکومت قاجار از سلطنت به جمهوریت، این عمل جمهوری رضا شاه
به عنوان یک نکته مثبت از در کارنامه ایشون از سوی هواداران خاندان پهلوی مطرح میشه. ولی همزمان ولی پس از اون که 3 دهه بعد شخصی مانند آقای دکتر خاتمی میاد مطرح میکنه بحث جمهوری خواهی رو با شدت تمام و با کینه و عداوت تمام باش برخورد میکنه. خب اگه جمهوری خواهی بده، چرا رضا شاه در 3 دهه قبل تر از اون در سالهای 1303 و 4 دنبال جمهوری خواهی بود؟ و اگر خوبه، خب چرا زمانی که امثال دکتر فاطمی پیگیر بحث جمهوری خواهی میشن با این برخورد با ایشون میشه؟ ببینید، دلیل اینه که من این برخورد تند و ظالمانه رو با شخص آقای دکتر فاطمی فقط همین بحث جمهوری خواهی ایشون میدم و اقداماتی که جهت تغییر نظام حکومتی ایران از سلطنت به جمهوری خواهی و تشکیل شورای سلطنت، حالا بحثایی بود که اون زمان که مرحوم علی اکبر خان ده خدا رئیس شورای سلطنت بشه و جهت و پس از تغییر حکومت اگه تونستن کاندیدای ریاست جمهوری باشه، که میبینیم با مرحوم ده خدا هم برخورد میشه، میبینیم خونهش غارت میشه، دستگیر میشه، مورد ضرب و شتم قرار میگیره. این برخوردهای دوگانه است که بنده معتقدم که به شخص آقای دکتر فاطمی و دکتر مصدق که در این مورد خاص مثلا در مورد دکتر فاطمی صحبت میکنیم بی نهایت داره اجحاف میشه و وظیفه ما اینه که در این خصوص روشنگری کنیم. و امیدوارم و بنده امیدوارم و واقعا امید دارم که مردم ایران با آگاهی بیشتر و مطالعه بهتر این شخصیت های تاریخی رو بشناسند و ایمان دارم که مسیری که دکتر فاطمی گام برداشته مطمئنن به پیروزی خط خواهد شد. خیلی متشکرم.